ده ها تانکر تیل در آتش سوزی بزرگ در ولسوالی شکرداری کابل نابود شدند. طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که این آتش سوزی پس از آتش گرفتن یک تانکر تیل در منطقه قلعه مراد بیگ آغاز شد. در همین حال گواهان رویداد میگویند که در این آتش سوزی بیش از 50 تانکر مواد نفتی آتش گرفته و گسترش این آتش سوزی به چندین خانه و دکان و یک تانک تیل در محل رویداد زیان وارد کرده است. با گفته مردم این آتش سوزی به اندازه بزرگ است که شعله های آن از فاصله های دور دیده شدند. به دنبال این آتش سوزی برخ از بخش ها نیز قطع شدند. پلیس از زخمی شدن 10 تن در این رویداد خبر داده است. گفته می شود که شمار بزرگ از تانکرهای تیل در انتظار داخل شدن به شهر کابل بودند که آتش سوزی آغاز شد. سه سال 24 نفر تمام موتورها را یک جای استاد کرده بود و یک تانکر با اثر یک ضربان بسیار قوی بود، بسیار چسبکی شدید بود، گرم صدا داد. در 5 ثانیه 5 دقیقه که ما از سویچ بولت از چوکی موتور کتاشیم تا بیرون رفتیم، در 5 ثانیه بسته موتور دم 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 صدا داد. آتش سوزی خبر نبودیم، بچه کاکای ما از این موتور خواب بود. یک وقت میخیزه دو دست آتش از بیادر و افتی در اون دیروار ایساد است کتی ما این یخن شیر است و یادر اوگار است بردم شفاخانه حال پس آمدیم معلوم نیست که از چی آتش در گرفته این موتر ها چی حالت بود این وطن؟ چی حالت است؟ این موتر ما در گرفت این دم دیروار ما تخلی شد حال را شفاخانه موتر ما در گرفت نخواست میبینیم که فجار شده بیشتر جزئیات تازه میگیریم در این مورد از خالق نگزاد خبرنگار ما که از محل رویداد با ما هستند. خالق سلام، میشه بگویی که جزئیات تازه در رابطه به این آتش سوزی چیست؟ سلام بر شما، صبح بخیر. آتش سوزی شب گذشته که نزدیک ساعت 8 شب در منطقه کاریزمیر ولسوالی شکردره کابل در ورودی شهر کابل رخ داد، درست در همین منطقه است که هنوزم دود آتش در محل وجود داره و نیروهای اطفایه میکوشند که شعله های آتش و دودی که هنوز هم در این آتش سوزی وجود داره را خاموش کنند. بعدها موتر مواد نفتی، موتر کالاهای بازرگانی و همچنان مواد خوراکی که انتظار داشتن وارد شهر کابل شوند، چون در ورودی کابل هر شب موتورهایی که در جریان روز به طرف کابل می آمدند، موتورهای باربری، موتورهای مواد نفتی، کالاهای بازرگانی که می خواستند وارد کابل شوند یا از کابل به ولایت های دیگر بروند، اینجا در سایه کاریزمیر ولسوالی شکردره توقف داده می شد از طرف نیروهای امنیتی و این موتورها پس از ساعت 9 شب به خاطر از اینکه از طرف روز تردد آنان در شهر کابل ممنوع بود، بعد از ساعت 9 شب داخل شهر می شدند. اما صحبتی را که دیشب ما در محل رویداد آمدیم با شماری از راننده داشتیم، گفتند که توقف بیشتر موترها، موترهای مواد نفتی، موترهای کالاهای بازرگانی و مواد غذایی که از طرف شمال به شهر کابل و ولایت‌های دیگر انتقال می‌یافتند، توقف بیشتر از یا باعث شد که یکی از موترهای مواد نفتی انفجار کنه که هنوز مشخص نیست که به چه دلیل این موتر مواد نفتی انفجار کرده. اما دریورای رکشب ما با اونا گفتگو کردیم، گفتن که صدای 3 انفجار پیهم در یک تانکر مواد نفتی شنیدن و پس از او این آتش سوزی گسترده تر شد که حتی تا نقاط بسیار دوردست هم که در کابل و همچنان ولایت های همجوار کابل شعله های آتش این آتش سوزی به چشم میخورد. خالد، گفته شده که دکان ها هم در اینجا زیان دیدن و یک تانک تیل همچنان میشه بگوین که وضعیت چگونه هست؟ چقدر به خانه های اطراف این محل و دکان هایش ضرر وارد شده؟ خب در کنار تلفات بر موتورهای باربری، مواد نفتی و همچنان کالاهای بازرگانی که در اینجا توقف داده شده بود که هنوز هم شمار دقیقشان مشخص نیست، اما گفته میشه که بیش از 50 موتر بوده، اما شاید زیادتر از این هم باشه. چندین پایه برق هم در این قسمت تخریب شده، یک رستوران هم که اگر همکار ما در تصویر نشان بده بخشایش در آتش سوخته، چند خانه غیر نظامی هم که در محل بوده در پای آتش سوزی عریق شده و همچنان چندین دکان هم در محل بوده که کاملا سوخته و همچنان تانکرهای مواد نفتی یک تعدادش حتی
تنها همو آین کنش باقی مانده و خلاص دیگر تمامی موتر در آتش عریق شده. در کنارش در این قسمت جاده عمومی کابل پروان هم یک تانگ تیل که در نزدیک محل رویداد وجود داشت، او هم قسمتایش در پی آتش سوزی گسترده که دیشب رخ داد در آتش سوخته. و همچنان در بنیاد آمارهایی را که تا اکنون شب گذشته ما با بخش کابل امبولانس صحبت کردیم، گفتن که 10 تنه که در پی آتش سوزی سوختن از محل انتقال دادن. اما بیشتر انتقاد تاجران و کسایی که دار ندارشان در آتش سوزی سوخته بود، موترهایشان سوخته بود، انتقادشان از حکومتی بود که وقتی که چندین بار دوام در مرز اسلام قلعه، در ولایت فرا، در مرز همچی یک آتش سوزی گسترده رخ داد، باید تدابیر گرفته می شد در مکانهایی که موترهای باربری و موترهای مواد نفتی خطر وجود داشت و یک جا توقف دادن آنان منجر به یک آتش سوزی گسترده می شد، باید جلوش گرفته می شد. اما حکومت با آن هم می گفتند که توجه نکرد و موترهای مواد نفتی و موترهای کالاهای بازرگانی را در اینجا توقف داده بود که منجر به آتش سوزی گسترده شد. خالد، از کارکرد نیروهای آتش نشانی آیا مردم و کسانی که موترداران بودند راضی هستند یا مثل که در رویدادهای دیگر انتقاد وجود داشت که بسری وقت به محل نرسیدند، در این رویداد همین انتقاد وجود داره؟ خب هرچند دیشب که ما در محل آمدیم شمار زیادی از نیروهای اطفایه در محل بودند و میکوشیدند که این آتش سوزی گسترده را مهار کنند، اما با آن هم انتقاد راننده و کسایی که موترهایشان در این آتش سوزی آتش گرفته بود و سوخته بود، انتقادشان این بود که این آتش سوزی باید با توجه به این که در پایتخت افغانستان صورت گرفته باید زودتر مهار میشد و از خسارات بیشتر بر تاجرها و کسایی که موترهایشان سوخته در این آتش سوزی جلوگیری میشد که نشده. درست. خالد، انوز هم در محل رویداد دیده میشه که دود هست و میخواییم بدانیم که آیا همین اکنون هم در نقاط از این آتش سوزی هست یا خیر؟ خب بخشای از موترهای که سوخته انوز دودشان در محل باقی است. نیروهای اطفایه در محل رویداد هستند و تلاششون نیست که این آتش سوزی را مهار کنند، اما شعله یا آتش دیده نمیشه و تنها دود است و چندین موتر اطفایه است که ما میبینیم و نیروهای اطفایه تلاش دارند که مو آتش های باقی مانده در محل رویداد مهار کنند. درست. میخوایم بدانیم که مقامات امنیتی تا کنون یا نهادهای مسئول چی میگن در قسمتی که بی‌پروایی از طرف کیها صورت گرفته و یا علت اصلی چی بوده، چرا تدابیر گرفته نشده بود؟ خب هنوز مقام ها رسما درباره علت اصلی ای آتش سوزی در کاریزمیر ولسوالی شکردره چیزی نگفتن که دلیل ای آتش سوزی چی بوده. وزارت داخله دیشب گفت که هنوز پیش از وقت است که ما اعلام کنیم که دلیل ای آتش سوزی چی بوده، اما راننده های موترهایی که کسانی که در اینجا موترهایشان سوخته گفتن که در نخست ای آتش سوزی پس از آن آغاز شد که درست در حدود ساعت 8 شب بود که صدای چند انفجار پیهم شنیدن که در یک موتر مواد نفتی صورت گرفته و سپس ای آتش سوزی باعث شد که موترهای دیگر مواد نفتی و همچنان موترهای کالاهای بازرگانی در محل در آتش بسوزند. اما چیزی را که راننده ها میگفتند که توقف موترهای باربری و همچنان موترهای که کالاهای بازرگانی را به کابل و ولایت‌های دیگر انتقال میدادند، توقف از یا در اینجا خودش میگفت که سوال برانگیز است. چرا باید یک جای ایستاده شوند؟ چرا توقف داده شوند؟ و همی باعث شد که ای آتش سوزی گسترده به وجود بیاید. خالد، کسانی که زیان دیدن، موترداران، تاجران، اینا چی میخواین؟ چه خواسته دارن؟ خب دیشب ما با یک شمار راننده صحبت کردم، اما امروز تا کنون موفق نشدیم که با کسایی که خساره مند شدن در این رویداد صحبت کنم. بیشترشان انتقادشان این بوده که دلیل اصلی این رویدادهای اخیر که آتش سوزی های تانکرهای مواد نفتی در ایراد، در فرا و این آتش سوزی صورت گرفته
باید روشن شود که چرا این آتش سوزی صورت گرفته. برشان سوال است و در کنار از این خواستشان این است که باید حکومت در این قسمت جبران خساره کنه، چون اینا بیشترشان خسارات بسیار سنگینی دیدن و خواستشان از حکومتی است که باید حکومت در قسمت جبران خساره برای کسایی که آسیب دیدن اقدام جدی کنه. درست دیدم ایشان، چنان که خودت هم گفتی پای برق هم آسیب دیده، میشه بر ما بگویی که این برق کدام ساحات قطع شده و در این زمینه چی گفته میشه؟ فعلا آیا آمادگی بر ازی وجود داره که به زودترین فرصتی مشکل حل شود، چون مردم نیاز دارن به برق همچنان؟ خوب دیشب برقای بخشای از کابل در پای آتش سوزی گسترده قطع شده بود، اما هنوز هم در محل میبینیم که چندین پای برقی که برق از دوباره از کابل به سمت شمال و همچنان بر بخشای از کوتل خیرخانه انتقال میداد در پای آتش سوزی تخریب شده و دیشب شرکت برشنا هم اعلان کرد که تلاش میکنه که برق پس از اینکه آتش سوزی خاموش شود به زودترین فرصت دوباره وصل کنه تا که همون نیازمندی های مشتری هایش برطرف شود. اما هنوز هم قسمی که دیده میشه خسارات بیشتر برای تاجرها و همچنان رانندهایی که موتورهایشان در پی آتش سوزی سوخته وارد شده و تنها خواست راننده ها که ما دیشب همراهشان صحبت کردیم این است که باید حکومت جبران خساره کنه و باید روشن بسازه که چرا این آتش سوزی های گسترده که در چند ماه اخیر در هرات، فرا و همچنان حالا در کابل صورت گرفته دلیل چی بوده و چرا رخ داده و چرا این آتش سوزی ها در محلهای صورت میگیره که تانکرهای مواد نفتی و کالاهای بازرگانی خود حکومت توقف داده اونها را. مثلا اینجا در ورودی شهر کابل بود و موترهای باربری و موترهای مواد نفتی به دلیل از اینکه پس از ساعت 9 شب. ممنون از خودت خالد.